سلام، من بهرامم و به اتاق 13ام خوش اومدید. سلام، منم هانیم، به اتاق 13ام خوش اومدید. ما هر هفته در اتاق 13ام دور هم جمع میشیم و در مورد یه موضوع واقعی، البته ترسناک، حرف میزنیم. پرونده‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های آمریکاست. توی این محاکمه قرار بوده که از معروف‌ترین سلبریتی‌های آمریکا محاکمه بشه. و همچنین این محاکمه لقب محاکمه قرن رو هم به خودش گرفت. آقای استیون ساعت 10:30 هر شب عادت داشت سگش رو به پیاده روی ببره. اما اون شب شرایط فرق میکرد. یه سگی داخل محله بود که به شدت سر و صدا میکرد. آقای استیون سگ رو پیدا کرد در حالی که یه قلاده هم بهش وصل بود. اون فکر میکرد که سگ گم شده. اونو با خودش به خونش برد. اما وقتی رسیدن خونه دید که پاهای سگ خونیه. هر چقدرم که باهای سگ رو نگاه کرد زخمی از خودش نداشت که اون خونا متعلق به خود سگ باشه. سعی کرد بهش آب بده اما سگ همچنان عصبی بود و سر و صدا میکرد. سعی کرد بخوابونتش، بازم سگ آروم نمیگرفت. سگ رو رها کرد، گفت بذار ببینم کجا میره، چرا داره اینقدر سر و صدا میکنه. سگ رفت و آقای استیون هم به دنبالش، تا اینکه سگ در یه خونه وایساد. آقای استیون وقتی رسید اونجا و چراغ قوه رو گرفت دید داخل راهرو یه جوی از خون راه افتاده. چراغ قوه رو که بالاتر گرفت در انتهای راهرو دقیقاً جلوی پله‌ها یه زن بلوند افتاده و این خونا متعلق به اونه. همین هم باعث شد بلا فاصله با 911 تماس بگیره. با رسیدن پلیس مشخص شد اون زن همسر سابق ستاره فوتبال آمریکایی اوجی سیمسونه و اسمش هم نیکوله. یکی اون طرف‌تر از جنازه نیکول، جنازه یه جوان 25 ساله آمریکایی به اسم رون گلدمن هم پیدا شد. من میگم که قبل از اینکه جلوتر بریم بیاین یکم برگردیم به قبل و در مورد گذشته نیکول و اوجی بیشتر بدونیم. نیکول 18 ساله بود که در یک باشگاه ورزشی در قسمت رستورانش کار میکرد به عنوان پیش خدمت. شاید زیباییش بی تأثیر نبود که تونسته بود تو اون باشگاه لول بالا کار پیدا کنه. اون متولد آلمان بود و زمانی که بچه بود همراه خانوادهش به آمریکا نقل مکان کرده بود. اما این پیش خدمتی چیزی نبود که به آرزوهای نیکول نزدیک باشه. با این حال تو اون رستوران افراد خیلی معروفی، سلبریتی های معروفی رفت آمد می کردن. یکی از این سلبریتی هایی که در اون رستوران رفت آمد می کرد اوجی سیمسون بود. اوجی قبلا بازیکن حرفه فوتبال آمریکایی بود و الان که 32 ساله بود دیگه بازی نمی کرد. بیشتر وقتش رو صرف بازیگری کرده بود و تونسته بود به یه ستاره هم تبدیل بشه و برای شرکت ها کاری تبلیغاتی انجام میداد. اوجی در بین آمریکایی ها به خصوص زنان آمریکایی داره این محبوبیت خیلی زیادی بود. همین هم باعث شده بود که میلیون ها دلار ارزش پیدا کنه. اوجی و نیکول خیلی سریع با هم قرار گذاشتن و جذب هم دیگه شدن و بیرون می رفتن. اما اوجی در 19 سالگی ازدواج کرده بود و یه زن داشت با 3 تا بچه که البته یه بچهش زمانی که 2 ساله بوده فوت کرده، پس الان 2 تا بچه داشت. با این حال سریع از همسرش جدا شد و با نیکول قرار می زاشت و خیلی با هم عاشق معشوق بودن. اما رابطه اوجی و نیکول حتی در دوران دوستیشون هم عجیب بود. مثلا یکی از دوستان نیکول میگه که بعد از اینکه نیکول از اولین قرارش برگشت، من دیدم که شلوار نیکول پاره است. وقتی بهش گفتم که چرا شلوارت پاره است، اون گفت که اوجی یکم خشنه. یا اینکه مثلا در تولد 19 سالگیش اون به یکی از دوستان دیگه‌اش گفته بود که اوجی به من سیلی زده و خیلی ناراحت شده بعدش از اینکه به من سیلی زده، به منو کتک زده، برای همین هم برام ماشین خریده. با وجودی که این رابطه پر از خشونت بود ولی اوجی و نیکول در سال 1985 با هم ازدواج کردن و یک عروسی بسیار بزرگ و پرشکوه گرفتن. بعد از 8 ماه اونا صاحب یه دونه دختر شدن و بعد از 3 سال هم صاحب یه فرزند پسر شدن.
گفته شده که نیکول دوست داشته به جای پرستار بچه خودش کارهای فرزنداشو انجام بده و با اونها وقت بگذرونه. اون در کنار خانه‌داری و بچه‌داری ظاهرا کار دکوراسیون داخلی رو هم آغاز کرده بوده. در طول 3 سال زندگی اون 7 بار با پلیس تماس گرفته و ادعا کرده که اوجی اونو کتک زده، اما اون هیچ وقت شکایت رسمی نکرده با وجود اینکه سالها درگیر خشونت خانگی بوده. ولی میدونی که کار با چکافا گفتن که هیچ نشونه قبلی که نشون بده خشونت خانگی وجود داشته روی بدن نیکول نبوده؟ نبوده، ولی با پلیس تماس گرفته و یه سری عکس هم هستش، مثل عکس قبلی، مثل این عکس. حتی یک بار جشن سال نو بوده و نیکول به پلیس زنگ میزنه و ادعا میکنه که داره اوجی اونو کتک میزنه. وقتی که پلیس میاد، نیکول از داخل خونه مثل اینکه با شورت و سوتیان میدوه میاد توی جلوی پلیس و میگه که میخواد منو بکشه و اونو دستگیرم نمیکنم بازم اوجی، چون نیکول ازش شکایت نمیکنه و نمیخواد که ببرنش. فقط این حرف ها بوده که ظاهرا تحت خشونت خونگی قرار می گرفته. در آخر هم نیکول سال 1992 از اوجی جدا شد و زندگی جدیدش رو شروع کرد. مثل اینکه اونا چند بار سعی کردن که با هم آشتی کنن، دوباره رابطهشون رو بسازن، حتی یک سفر با هم میرن مکزیک، اما نمیشده دیگه، نمیخواستن که با هم باشن. ظاهرا نیکول تونسته 433,000 دلار از اموال اوجی رو بگیره به عنوان حق ازدواج که توی این رابطه بوده و ماهانه 10,000 دلار هم برای خرجی بچه هاش بگیره. میگن که زندگی خودش رو شروع کرده بوده، مواد مصرف میکرده، کوکائین مصرف میکرده، رابطه های جنسی پرخطر داشته و با آدم های مختلف بوده. در 12 ژوئیه سال 1994 دختر اوجی و نیکول در یک مراسم رقص اجرا داشت. بعد از تموم شدن اجرا، نیکول به همراه خانواده‌اش و چند تا از دوستاش به یه رستوران رفتن تا شام رو اونجا بخورن. اتفاقا ران گولدمن 25 ساله اونجا پیش خدمت بود. گفته شده که از 6 هفته قبل ران گولدمن و نیکول با هم دوست شده بودن و صبحا با هم میرفتن میدویدن و عصرها هم با هم قهوه میخوردن. اما نیکول به دوستاش گفته ما با هم هیچ رابطه جنسی و سکشوالی نداریم و صرفا فقط دوستیم. ظاهرا مامان نیکول عینکش رو داخل رستوران جا میذاره و ران گولدمن داوطلب میشه و میگه من با نیکول دوستم و میبرم عینک رو میدم در خونش. حدودا ساعت 9:50 بوده. از اینجا به بعد داستان ما هیچ اطلاعی نداریم که دقیقا چه اتفاقاتی افتاده. تمام گفته هایی که الان میگیم بر اساس شواهد و مدارکیه که پزشکی قانونی گفته. ظاهرا زارب قبل از حمله داخل حیات خونه نیکول منتظر بوده و بعد از اینکه نیکول از داخل خونه میاد بیرون بهش حمله میکنه و تمام ضربه هایی که به نیکول زده به سر و صورت و گردنش بوده. در حین حمله به نیکول شواهد اینجوری نشون میده که گولدمن میرسه و میخواد مقابله کنه با زارب. همین که پاشو بالا میاره که به زارب ضربه بزنه، چون گولدمن کاراته کار میکرده، یک ضربه حیاتی به رون پای گولدمن میزنه و اونو از کار میندازه. ضربه های بعدی به شکم، سر، صورتش بوده. پزشکی قانونی گفته حدود 25 ضربه به گولدمن وارد شده، خیلی بیشتر از نیکول. بعد از اینکه مطمئن میشه که گولدمن مرده و دیگه هیچ خطری براش نداره، بر میگرده و تقریبا سر نیکول رو از بدنش جدا میکنه. میگن ضربه نهایی حدودا 13 سانت بوده و 6 سانتی متر عمق داشته. در صحنه جنایت در جستجوی اولیه یک دستکش کنار گولدمن پیدا کردن و یک کلاه پشمی که به نظر می اومد متعلق به زاربه و رد پاهایی که از صحنه جنایت دور می شد. البته باید در نظر بگیریم منطقه‌ای که قتل اتفاق افتاد یکی از شلوغ‌ترین مناطق لس آنجلسه و اینکه
پلیس نمیتونه صحنه جنایت رو کنترل کنه، رسانه ها هجوم آورده بودن، مردم جمع شده بودن و احتمال اینکه آلودگی در صحنه جنایت وجود داشته خیلی زیاد بوده. باید اینم در نظر بگیریم که اونجا بیشتر به خاطر این شلوغ بود که زن یه سلبریتی آمریکایی اونجا کشته شده و خیلی شلوغ شده. اینم هستش، یعنی اینم میتونیم در نظر بگیریم شاید شلوغی به خاطر این بوده، ولی به هر جهت پلیس نمیتونه صحنه جنایت رو کنترل بکنه. داخل خونه همه چیز عادی به نظر میرسید. هیچ سرقتی صورت نگرفته بود، تلویزیون روشن بود، یک بستنی نیم خورده روی میز بود، وان نیکول پر از آب بود و اطراف شمع روشن شده بود. بچه های نیکول در زمان قتل مادرشون داخل خونه بودن و در اتاق خواباشون خواب بودن. حدود ساعت 4:30 صبح بود که کاراگاهان تصمیم گرفتن به خونه اوجی برن و شخصا بهش بگن که زن سابقش به قتل رسیده. اما وقتی رسیدن اونجا متوجه شدن که اوجی شب قبل ساعت 11:45 به شیکاگو رفته و در حال حاضر در لس آنجلس نیستش. یکی از کاراگاه ها به اسم مارک فورمن تونست رو در ماشین اوجی یه لکه خون پیدا کنه و همین کاراگاه هم پشت خونه اوجی یه لنگ دستکش پیدا کرد که به نظر می اومد جفت همون دستکشیه که در صحنه قتل نیکول و گلدمن پیدا شده. بعد از جستجو داخل خونه اوجی اونا تونستن یه جفت جوراب خونی پیدا کنن که متعلق به اوجی بود و خون نیکول روش وجود داشت. همین هم باعث شد که خونه اوجی تبدیل بشه به صحنه جرم. بعد از اینکه با اوجی تماس گرفتن و گفتن که زنت کشته شده، اوجی روز بعد بلافاصله خودشو به لس آنجلس رسون. تا رسیدن نتایج آزمایش خون و تست دی این ای نمیتونستن اونو بازداشت کنن. بذارید این وسط یه پرانتز باز کنم و یه چیز رو بهتون بگم. شاید برای شما هم سوال رو پیش اومده باشه که کارداشیان از کجا اومدن؟ چجوری شد که مثلا انقدر معروف شدن؟ نقطه شروع کارداشیان ها دقیقا از همین نقطه است. رابرت کارداشیان، پدر کیم کارداشیان و همسر سابق کریس جنر، دوست صمیمی اوجی بوده که در 20 سال قبل از اینکه این قتل اتفاق بیفته اونا با هم فوتبال بازی میکردن و اتفاقا اوجی پدرخونده کیم کارداشیانه و کریس جنر دوست صمیمی نیکول بود که کشته شده بود. چند روز بعد از کالبوچه کافی جسد نیکول و گلدمن به خاک سپرده شد و اتفاقا اوجی و دو فرزندش هم در مراسم حضور داشتند. چند ساعت پس از خاک سپاری نیکول نتایج آزمایش خون اومد و مشخص شد که خون اوجی در صحنه جنایت وجود داره و خون نیکول و گلدمن هم در خونه اوجی پیدا شد. همین هم باعث شد که اوجی متهم به قتل بشه. از اونجایی که خونه اوجی صحنه جنایت بود، اون در خونه دوستش رابرت کارداشیان مونده بود. وقتی پلیس برای دستگیری اوجی اومد، همه چیز به هم ریخت. اوجی بلافاصله یک نامه خودکشی نوشت که دوستش رابرت کارداشیان اون رو برای عموم خوند. در زمانی که دوستش رابرت کارداشیان داشت این نامه رو میخوند، اوجی به همراه یکی از دوستاش به فرار افسانه‌ایش دست زد. اون در حالی که اسلحه گرفته بود روی سرش و همه رو تهدید میکرد که خودش رو میکشه فرار کرد. 14 ماشین پلیس و 4 هواپیما دنبال ماشین اوجی بودن تا اونو دستگیر کنن. در این حال هیچ کس جرأت اینو نمی کرد که به ماشین نزدیک شه یا مثلا تیراندازی کنن، از اونجایی که اوجی به شدت محبوب بود. گفته شده تمام تلویزیون های آمریکا تمام برنامه هاشون رو قطع کردن و فرار اوجی رو به صورت زنده نشون میدادن و حدود 90 میلیون آمریکایی این برنامه رو زنده تماشا میکردن.
مردم توی بزرگراه ماشیناشون رو کنار زده بودن و روی بنرهای بزرگ نوشته بودن و از اوجه حمایت میکردن و اونو تشویق میکردن که از دست پلیس فرار کنه و بالاخره پلیس اونو راضی کرد. بعد از 2 ساعت تعقیب و گریز اون خودش به امارتش بره و خودش رو تحویل پلیس بده. البته بعد از اینکه با مادرش تلفنی حرف زد، گفته شده که پاسپورتش، لباس مبدل و حدود 8750 دلار پول هم همراه اوجی بوده. اما چرا محاکمه اوجی به محاکمه قرن معروف شد؟ شاید یکی از دلایلش این باشه که این پرونده به شدت طولانی شد و 9 ماه زمان برد و رسانه‌ها بیش از اندازه روی این پرونده فوکوس داشتن. از اون مهمتر، یه سلبریتی معروف و محبوب قرار بود محاکمه بشه و تمام مدارکی که نشون بده اون قاتله وجود داشت. اعضای هیئت منصفه که قرار بود این پرونده رو قضاوت کنن از بین مردم عادی و متوسط جامعه انتخاب شد. این افراد شامل 4 مرد و 8 زن بودند. 8 نفر از این افراد رو فقط سیاه‌پوستان تشکیل دادن. اگر اشتباه نکنم چند نفر رو اسپانیایی و 1-2 نفر رو هم افرادی که 2 نژاد مختلف داشتن تشکیل دادن و حتی قاضی پرونده 1 ژاپنی تبار بود. این وسط دلم میخواد یه چیز دیگه هم اضافه کنم. بهتون بگم که مردم در اون دوران به 2 دسته تقسیم شده بودن. یه عده میگفتن اوجی قاتله و یه عده میگفتن اوجی قاتل نیست، بدون اینکه هیچ اطلاعات خاصی داشته باشن. از یه جهاتی این پرونده جدل بین سیاه‌پوستا و پلیس لس‌آنجلس بود. چند وقت قبل از قتل نیکول ظاهراً یه سیاه‌پوست دیگه به دست پلیس آمریکا کشته شده بود و همین هم باعث شده بود که سیاه‌پوستا مثل بمب ساعتی باشن و هر لحظه بخوان با پلیس جدل کنن و مقابله کنن. از یه جهاتی این پرونده یه شکل نجات پرستی هم به خودش گرفته بود که حالا جلوتر بریم بهتون میگم. اعضای هیئت منصفه که انتخاب شدن از بین مردم به هیچ عنوان نمیتونستن با هیچ کس در ارتباط باشن. این افراد رو به مدت 9 ماه توی 1 هتل قرنطینه شون کرده بودن. این افراد به تلویزیون، به روزنامه، به تلفن، به هیچ چیز دسترسی نداشتن و حتی نمیتونستن با همدیگه هم راجع به پرونده حرف بزنن و هر جایی که بودن یه سری پلیس هم بود که نگهبانی میداد که این افراد مثلا نخوان با رسانه ها مصاحبه کنن یا نخواد اطلاعات غلطی که تلویزیون، رسانه ها و افراد روی اینها تاثیر بذاره و اینا خیلی شرایط بغرنجی داشتن. شما فکر کنید 9 ماه بخوای توی یه هتل زندانی باشی، فقط بری دادگاه و بیای. هزینه خود دادگاه 6 میلیون دلار تخمین زده شد و ضرر زیانی که دولت آمریکا از این پرونده کرد 25 میلیارد دلار تخمین زده شد و تیم وکلای اوجی که به تیم رویایی معروف بودن. اما چرا؟ هزینه‌ای که اوجی برای این وکلا انجام داد روزانه حدود 50,000 دلار تخمین زده شده. این افراد شامل چند تا وکیل و چند تا مشاور بودن که جمعاً 10 نفر بودن. دادگاه اوجی در حال برگزاری بود و دادگاه به سختی و به کندی جلو می رفت. هر بار که دادستان می خواست اوجی رو محکوم کنه، وکلاش اجازه نمی دادن و اینو رد می کردن و مدارک رو. یکی از چیزهایی که در صحنه جنایت پیدا شد دستکش بود که یه لنگه دیگه هم پشت خونه اوجی پیدا شد. دادستان از اوجی خواست که دستکش ها رو بپوشه. بریم با هم تیکه‌ای از این صحنه دادگاه رو ببینیم. That's people 77. Sustained.
This is People's 164A. Is that the right-hand glove? Yes, sir. All right. Deputy Jacks, would you just take a step back, please? Thank you. All right, Director Shiklak, that Mr. Simpson has both gloves. Yes. و وکیل افسانه ایش اونجا جمله معروفش رو گفت که اگه این دستکش ها اندازه نیست باید تبرئه کنید. It doesn't fit. If it doesn't fit, you must acquit. Good time, Your Honor. با وجود همه مدارکی که علیه اوجی پیدا شده بود و متهم شده بود، ولی یه سری هم مدارک بود که بیگناهیش رو نشون میداد. دقیقاً همینطوره. یه مقدار پوست و خون زیر ناخن‌های نیکول پیدا کردن که میگفتن که ظاهراً با ضارب درگیر شده بوده. ولی این پوست و خون‌ها متعلق به اوجی نبود، یعنی دی ان ایش نمیخورد. یه رد پا پیدا شد اونجا که بازم متعلق به اوجی نبود اون رد پا. یه کلاه پیدا شد که میگفتن که متعلق به ضاربه. بعد از اینکه کلاه بررسی شد داخلش تار موهایی بود که متعلق به یک شخص سیاه پوست از نوع جنس مو متوجه شدن، ولی این به این معنی نبود که اوجی میتونه قاتل باشه. از اون مهمتر، یه مقدار خون روی پشت نیکول ریخته بود که این خونها نه متعلق به اوجی بود، نه متعلق به نیکول بود و نه متعلق به گلدمن بود و مشخص نشد این خونها متعلق به کیه. و یه چیز دیگه هم که گفتن اینه که در زمان قتل‌ها اوجی 46 ساله بوده و توانایی اینو نداشته که همزمان دو نفر رو به قتل برسونه که از اون هم خیلی جوان‌تر بودن. اما سوال پیش میاد چرا خونه نیکول و گلدمن داخل خونه اوجی پیدا شد؟ همون اول اگر یادتون باشه یه کاراگاه به اسم مارک فورمن این مدارک رو پیدا کرد. با تلاش وکلای اوجی تونستن یه سری مدارک به دست بیارن که فهمیدن این آقای فورمن به شدت نجات پرسته و متنفر از سیاه پوستا و حتی صداش در داخل دادگاه پخش شد که میگفت من اگر میتونستم تمام سیاه پوستا رو میکشتم و از بین میبردمشون. و اشتباهی که اینجا صورت گرفته بود همه کاراگاه مدارکی که از داخل خونه اوجی برداشته بودن رو با خودشون برده بودن خونه شون. خب این اصلا نرمال نیست. برای همین هم صحت این مدارک رد شد و گفتن که احتمالاً این مدارک دچار آلودگی شده. خونی که روی ماشین اوجی پیدا شد کمتر از یک قطره خون بود. به همین دلیل هم پزشکان معتقد بودن که اصلاً قابل استناد نیست. و در آخر هیئت منصفه بعد از 9 ماه قرنطینه بدون از فشار رسانه ها و یا اینکه کسی روشون تأثیر بذاره حکمشون رو اعلام کردن. بریم با هم حکمشون رو بشنویم. Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count one of the information.
خانواده نیکول برای سرپرستی بچه های نیکول به دادگاه شکایت کردن تا بتونن حضانت بچه ها رو بگیرن، که البته دادگاه حضانت کامل رو به اوجی داد و اوجی هم همراه بچه هاش به کالیفرنیا رفت تا از این فضا دور باشه. در مصاحبه که بعدها با بچه هاش کردن، اونا گفتن که هیچ وقت راجع به گذشته حرف نمیزنن و نمیخوام بدونن که چه اتفاقی افتاده، چی شده، آیا پدرشون واقعا قاتل هستش یا نه. اما اگه کار اوجی نیست پس کار کی میتونه باشه؟ خب در زمان قتل‌های نیکول و گلدمن یه قاتل زنجیره‌ای بود به اسم راجرز. اون تو سراسر ایالات متحده زنهای زیادی رو کشته بود و یه هفته بعد از اینکه دادگاه اوجی تموم شد اون رو دستگیرش کردن. خب ما نمیخوام زیاد وارد جزئیات این قتل بشیم. اون اعتراف کرد و ادعا کردش که حدود 70 تا زن رو به قتل رسونده. اون یه قیافه جذابی داشت و به همین وسیله رفت و میرفت تو بارها و اونجا از زنان مختلف خواستگاری میکرد و بعد هم یه مدت باشون زندگی میکرد و در آخر هم میکشتشون. روشش هم جالب بود. آره، میرم تو زنان میکشته. البته خودش هیچ وقت اعتراف نکرد که نیکولو به قتل رسونده و هیچ وقت هم گردن نگرفت. برادر راجرز میگه ظاهراً برادرش با مادرش تماس گرفته و گفته که من با زنی به اسم نیکول سیمپسون قرار میذارم. البته هیچ وقت خود راجرز اینو اعتراف نکرده و گردن هم نگرفته و پلیس هم اینو قبول نداره و میگه ما هیچ مدرکی نداریم که اینو ثابت کنه که راجرز نیکول رو به قتل رسونده. و اما سناریوی دوم میگه ما با آدم حرفه‌ای طرف نیستیم، بلکه با یه شخصی طرفیم که بسیار ناشی بوده و از خودش کلی مدرک به جا گذاشته و فقط خوششانس بوده که دستگیر نشده. یکی از نشونه هایی که از خودش به جا گذاشته کلاهی بوده که داخلش موی سیاه پوست بوده. عده‌ای میگن قاتل جیسون پسر اوجیه که نیکول رو به قتل رسونده، هرچند که این سناریو ثابت نشده، ولی میگن که ظاهراً اون شب قرار بوده که نیکول به رستوران جیسون بره که از این کار امتناع میکنه و نمیره و میگه رستوران شما گرونه، من میخوام به یه رستوران ارزون تر برم. عده‌ای گفتن که ظاهراً پسر اوجی از بیماری روانی رنج میبره، قرص مصرف میکنه، چند بار به دوست دخترش حمله کرده با چاقو و همه اینها نشون میده که ممکنه اون به نیکول حمله کرده باشه، هرچند که ثابت نشده. یعنی از اوجی که این همه مدرک به جا مونده بود نتونستن ثابت کنن، حالا پسرش میخوان ثابت بکنن. به هر جهت مشخص نشد که بعد از 26-27 سال چه کسی نیکول و گلدمن رو به قتل رسونده. این ویدیو هم به اتمام رسید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. عکسای صحنه جنایت رو داخل کانال تلگرام و سایت آپلود میکنم. اگر دوست داشتید حتما سر بزنید. بازم میگم عکسا مناسب بچه ها نیستش. عکسایی که برای بزرگسالاست و عکسای صحنه جنایته. و همینطور خیلی ممنونم بابت کامنت های خوبی که میذارید و ما رو حمایت میکنید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدئوهای بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.